رسیده به اون قله. 364 روز طول کشته، یه ریزش داشته، یه کف ساخته، اومده توی توی ساید بول سایکلی، یه مقداری سو رشد کرده تا رسیده به سکند هافین. دوباره استارت زده، رفته بالا، رسیده به یه تاپی که اون 18000 خورده ای بود و اصلاح کرده از سال 2018 تا همین تا عرض شود 2019، یه کفی ساخته. بعد دوباره شروع کرده، نزدیک 3000-4000 بود، دوباره شروع کرده رفتن بالا که این 518 روز طول کشیده و از هافینگ سوم که الان چند ماه میگذره ازش؟ 6 ماه تقریبا میگذره، میگه 540 روز میتونه رو مسیر رشد باشه. اینو گوشه ذهنمون داشته باشیم، تو فکرمون نگه داریم. اگه قراره این بازار حدوداً 500، حالا 504 شاید بشه مثلا 480، شاید بشه 540، حالا خیلی سر این پیش بینی با هم چالش نداشته باشیم، ولی وقتی من میدونم 500 روز طول میخواد بکشه، 500 روز یعنی چقدر؟ تقریبا یه چیز حدود 1 سال و 8-9 ماه. من که الان 6 ماهش رفتم، پس 1 سال و 2-3 ماه دیگه هم میتونم سوار این موجه باشم دیگه. پس برای $1000 $5000 انقدر خودمون اذیت نکنیم. این هافینگه فوق العاده نکته مهمیه تو خرید، و شرکت های بزرگ میان خرید میکنن. ببین تو دوتا تاپی که قبل از بیر سایکل وجود داشته، سرمایه گذار خارج میشه، پولش کجا میبره؟ پول ترسوه، میره جایی که امن باشه، میره طلا میخره، میبره تو استاک مارکت کار میکنه، میبره تو میوچوال فاندا، صندوق های سرمایه گذاری. جالب براتون بگم، امروز دیدم پنشن فاندا، ببخشید من اصطلاحاتو میگم که بینابین اینها شما هم بدونید، قطعا اطلاعاتتون کامله، من فقط میخوام دیکشنری هم با هم یکی شه که با این اصطلاحات آشنا بشین. پنشن فاند ها صندوق های سرمایه گذاری بازنشستگی، مثل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی معلمان. دیدین که این صندوق ها همه سازمان های بزرگ و دوله، صندوق بازنشستگی کارکنان نفت، یه سری صندوق های بازنشستگی مطرح توی دنیا اومدن سمت خرید بیت کوین به عنوان یه دارایی برای سرمایه گذاری. 401 فکر میکنم صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی امریکا هستش که بزرگترین صندوق، و خب اونها میدونید پولای لایتناهی دارن، منابع گستردهی دارن، و این کمک میکنه که پامپ اساسی انجام شه. به پامپ زمانی میگن که یه دفعه یه رشد زیادی داره بیت کوین تو یه روز یا یک ساعت خاص یا یک دقیقه. دامپ هم میگن زمانی که فشار میاد میذارن برای فروش و عرضه میکنن. حالا دیگه اینا تکنیکاییه که میگن والها روش تاثیر زیادی دارن. الان تعداد والها خیلی زیادتر از 4 5 سال پیش شده، به همین خاطر، حالا 4 که خیلی زیاده، 2 سال پیش بگم که تعداد والها به شدت افزایش پیدا کرده. پس میزان اثر بخشی این، اثرگذاری اونها برای دستکاری در قیمت، مانیپولیشن، کمتر میشه، چون دامنه وسیع تره، و اگر بخوای همه با هم متحد بشن که یه بالا بکشن یا پایین بکشن قیمتو، یه مقدار کار این اجماع اینا کار سختیه. دلایل هافینگ بیت کوین چیه؟ یکی، اول از همه گفتم یه شرط اساسی تو بیت کوین بوده، یه ابزاری برای کنترل قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است که بسیار بسیار هوشمندانه طراحی شده، و روشی برای ارزشمند کردن بیت کوین. هرچی رفته جلوتر مردم هم بیشتر شناختنش، پس ارزشش هم رفته بالاتر. یه نکته ای رو مد نظر داشته باشی که یه اتفاقی میفته زمانی که بیت کوین قیمتش میاد پایین، از یه عددی که بیاد پایین، حالا بر اساس قیمت برق و قیمت سخت افزار و میزان سختی شبکه، میگن مثلا این سخت افزار اینقدر در روز، این میزان سخت افزار میتونه مثلا ماین کنه، از یه عددی مثلا فرض کن 8000 دلار 7000 دلار بیاد پایین، ماینر براش نمیصرفه دیگه ماین کنه، همونجا خاموش میکنه، سویچ میکنه رو اتر، سویچ میکنه روی بیت کش، میره سراغ یه چیز دیگه. خب حالا اتفاقی که میفته چیه؟ همین تکنیک باعث، یعنی همین روله باعث میشه دیگه پمپاژ بیت به بازار نداشته باشی. بعد این خودش کمک میکنه عرضه بیاد پایین پایین و پایین و پایین تا به لب تقاضا برسه و دیمند و ساپلای یه جدید بالاتر ایجاد بکنه، و این نکته بسیار مهم. و وقتی که اینا رو می‌بینی احساس می‌کنی که یک تیم فوق‌العاده بزرگ از آدم‌های فنی و آدم دانشمندان اقتصاد، دانشمند باید بگم نه دکترای اقتصاد،
اومدن اینو طراحی کردن اینقدر زیبا. یه سری هم حالا تای همه اینا بگن، یه سری هم معتقدن که بیت کوین بزرگترین پانزی که میدونیم کلاهبرداری، توی فصل آخر یه بحث مفصل رو مدلاش داریم که سرتون کلاه نره، یه پانزی بزرگ. صبر میکنیم ببینیم کی درست میگه. جی پی مورگانی که تا دیروز میگفتش که کلاهبرداری رو به درد نمیخوره شکست میخوره، خودش اومده کوین خودش رو داده، اومده تو بازار داره خرید میکنه، تحلیلگر گذاشته روی حوزه کریپتو داره کار میکنه. نهنگ چیست و کیست با هم صحبت کردیم. نهنگ آبی همون واله و حالا من یه خود اطلاعات زیست شناسی به شما بدم، 19 تا مدل مختلف هم داره. اولین از چیزش هم اون نهنگ انبره، به قرینه همون فیلمی که ساخته شد، نهنگ قورباغه، نهنگ قاتل، نهنگ خاکستری بریده و غیره. این اصطلاح تو بازار کریپتوکارنسی به کسایی میگن که مقدار زیادی BTC دارن. مقدار زیاد چیه؟ اونایی که بیش از 1000 تا بیت کوین دارن. الان حدوداً 43% بیت کوین ها در اختیار 1840 تا نهنگه و تعداد 2300 تا آدرس نهنگی داریم. حالا این 43% 1800 تا 2300 تا اختلاف اینا مثلا حدود 500 تا میشه، اینا دیگه تو اون 43% نمی گنجن. پس تعداد 2300 تا آدرس نهنگی داریم، یعنی بیش از 1000 تا داره، و 43% بیت کوین هم در اختیار این 1840 نهنگ در دنیا هست. اپلیکیشن هایی که قبلا بهتون گفتم و ازتون خواهش کردم که نصب کنید رو iOS، اندروید، بایننس، چنج نو، کریپتو نیوز اسکوپ، کوین مارکت کپ که اصلا سایتش هم دیدیم و بیت مپ. که خب حالا اینا توضیحاتشه، من میخوام بگذرم ازش اگر چون وقتمون رو میگیره، اینا رو شما روخونی میتونید بکنید. در نظر داشته باشید من یه اپلیکیشن دیگه هم دارم، بذارید من اینم ببینم که متاسفانه حالا این آی پی ایران رو بسته. تب تریدر، الان می نویسم این زیر براتون. این اپلیکیشن تب تریدر رو باید با فیلتر شکن بزنید که باز شه. خیلی خوب، من الان فقط میخوام صفحهش رو شما نشون بدم. بذارین اول اینو باز کنم که بتونید شما ببینید. پورتفولیوتون حساب میکنه، حتی قیمت بیت کوین تو صرافی‌های مختلف میتونید با هم مقایسه کنید. اگر در حوزه تکنیکال دستی بر آتش دارید میتونید خدمتتون عرضم که نموداراتون رو بندازین روش. امیدوارم که بتونید ببینید. یه همچین فضایی داره. من مثلا میام رو تمام بیت کوین ها میزنم. تمام مثلا BTC UST روی بیترکس رو میده، بیت استمپ رو میده، کوین بیس رو میده، هیت BTC رو میده، بیت فینیکس رو میده و جنمی و اگزمو و کلی صرافی دیگه. و وقتی روش کلیک تاچ میکنم میاد نمودارهای تحلیل تکنیکالی که من برای ست کردم و نمایش میده و به هم میگه که اوضاع تو چه حالتیه. الان توی این که نگاه میکنی توی اشباع خرید هست و خب هر لحظه هم میتونه یه اصلاحی داشته باشه، ولی فشار خرید و پولی که تو بازار اومده یه مقداری اصلاح قیمتی رو با تأخیر مواجه کرده و ضمناً دیگه روش الرت هم میتونید تنظیم کنید. میتونید بگی که مثلا اگه قیمت به این عدد رسید، به این عدد رسید، به من پیام بده، که قابلیت های خوبیه. حتما بهتون توصیه میکنم تب تریدر رو رو موبایلتون، من نسخه اندرویدی رو نصب کردم، قطعا نسخه آی او اسی هم داره. این مجموعه با ارزشی هست و خدمتتون از کوین مارکت کپ هم که نصب بکنید اون هم به همین منوال به شما داره اطلاعات تکمیلی میده. بر اساس روز، دقیقه، ساعت، 3 روز، 7 روز و تا 7 روز میتونید تنظیم بکنید و ازش ریپورت بگیرید. این اپلیکیشن ها اپلیکیشن هایی که باید رو توی موبایل هر کدوم از دوستانی که تو این حوزه کار میکنن قرار بگیره.
تا اینجا سوالی هست؟ من این مبحث یه مقداری بحث